سرخط مهمترین خبرها. هشدار استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح. استاد خلیلی میگوید در صورتی که نتیجه تقلبی انتخابات باطل اعلام نشود، حکومت همشمول ایجاد خواهد شد. باطل اعلام کنید، تنها راهی است و الا ما حکومت واقعی که بر اساس رأی مردم است اعلام کردیم که به نام حکومت همشمول تشکیل خواهیم داد. ادامه حمایت ولایت‌های مختلف کشور از موضع تیم ثبات و همگرایی مبنی بر ایجاد حکومت همشمول. رئیس جمهور تقلبی که وقت در یک جا در یک کشور تعیین شود، پس ملت از او چی توقع خواهد کرد؟ و احتمال تطبیق طرح کاهش خشونت. دفتر شورای امنیت ملی میگوید که این طرح برای 7 روز در سراسر کشور عملی خواهد شد. به نام خدا و با عرض سلام، به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز جمعه 2 ماه 1398 خورشیدی است که برابر است با 21 فوریه سال 2020 میلادی. استاد محمد کلیم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح هشدار می‌دهد در صورتی که نتایج تقلبی انتخابات باطل اعلام نشود، تیم ثبات و همگرایی حکومت همشمول تشکیل خواهد داد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تأکید می‌ورزد که این اقدامات به معنی شورش نبوده و شهروندان کشور نباید هراس داشته باشند. استاد خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح از جامعه جهانی نیز می‌خواهد که از نظارت بحران بیرون آید، یا با مردم افغانستان باشد و یا با ارک. در این حال استاد محمد محقق حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجرایه نیز با تأکید بر باطل شدن نتایج تقلبی انتخابات بار دیگر میگوید که بر اساس آرای بایومتریک شده تیم ثبات همگرایی پیروز انتخابات است و پای این واقعیت نیز میستند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان همچنان هشدار می‌دهد در صورتی که نتایج تقلبی انتخابات باطل اعلام نشود، هر اقدامی که مؤثر واقع شود انجام خواهد شد. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح و استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجراییه امروز با حضور در مصلی اواصالح المهدی واقع در غرب کابل بار دیگر تأکید می‌ورزند که نتایج تقلبی انتخابات ریاست جمهوری قابل قبول نیست و بر اساس آرای بایومتریک شده تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی پیروز انتخابات است. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح با اشاره بر فرارسیدن سالگرد شهادت استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی میگوید که هدف و آرمانهای استاد مزاری پیاده شدن دموکراسی و نظام مردم سالاری بود. اما به گفته استاد خلیلی برگزاری انتخابات که یگانه راه تبدیل قدرت است، از سوی کمیسیون انتخابات و تیم دولتساز به افتضاح کشانیده شد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنان با اشاره به تقلبات گسترده در انتخابات پارلمانی میگوید که تمامی تلاش ها بر این بود تا انتخابات ریاست جمهوری شکل انتخابات پارلمانی را نگیرد، اما نتیجه این پروسه نیز رسواتر و پرتقلبتر از انتخابات پارلمانی اعلام شد. انتخابات که یگانه گزینه انتقال قدرت است، ای به صورت واقعیش نهاده نشود. اما دیدیم برادران و خواهران که انتخابات پارلمانی به چه افتضاحی کشیده شد. چگونه حق شما پامال شد؟ اعلان وکلا از ارک شد، نه از امی کمیسون، حتی از کمیسون
رسوایی که فعلا پیش مردم افغانستان رسوا است از طرف همین کمیسیون هم نشد. آرزو داشتیم که انتخابات ریاست جمهوری به افتضاح کشیده نشود. اما متاسفانه انتخابات ریاست جمهوری به مراتب از انتخابات پارلمانی رسواتر و پرتقلبتر را افتاد. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح با اشاره بر تعهدات محمد اشرف غنی میگوید که در 5 سال گذشته نه تنها که پیشرفت صورت نگرفت، بلکه برخوردهای سلیقوی و تعصبات افزایش یافت. با گفته استاد خلیلی، هم اکنون تمامی اقوام ساکن در کشور برادروار با هم زیست دارند، اما در ادارات دولتی تعصب بیداد میکند. بعد از دوره 5 ساله نه تنها که ما پیش نرفتیم که حتی برگشتیم به مراتب به تاریخ گذشته. بار دیگر تبعیض و تعصب در ادارات بیداد میکند. بار دیگر نفی اقوام افغانستان از ادارات که یک حلقه خاص میخواهد اداره را تصاحب کند، هر روز شاهد حذفش هستیم. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان با تأکید بر ایستادگی در مقابل تقلب میگوید که در روزهای گذشته افرادی از تیم دولتساز به آنان گفته در صورت که استاد خلیلی موافقت کند، محمد اشرف غنی رئیس تیم دولتساز برای حل انچالش در خانه اش حضور می‌یابد. اما به گفته استاد خلیلی، این خواهشات تیم دولتساز با توجه به منافع ملی از سوی وی رد شده است. افرادای کلان شناخته شده ما را یکی از دوستا و همکاران تیم دولتساز طلب کرده بود که اگر خلیلی صاحب قبول کنه یه آدم میره در خانهش هم صحبت میکنه. گفتم نه، من مسئله شخصی ندارم. حرف ما ایست که ما میخواهیم در افغانستان دموکراسی نهاده نشود، عدالت نهاده نشود. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح می افزاید که تقلب به صورت آشکار صورت گرفته و اکنون تمامی محورهای مطرح سیاسی در برابر آن ایستادند. استاد خلیلی با اشاره بر اظهارات جنرال عبدالرشید دوستم تأکید می ورزد که تمامی اعضای تیم ثبات و همگرایی و احزاب سیاسی در مقابل تقلب به صورت جدی ایستادگی می کنند. در راستای صدا و فریادهای جنرال صاحب و تمام احزابی که امروز و همه کاندیداتورانی که امروز در برابری تقلب استاد شده، ما همه هنگ بانا در برابری تقلب استادیم. مانندیم مانند کوه بابا هم استاد خواهیم شد. در این حال استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان هشدار می‌دهد در صورتی که نتایج تقلبی انتخابات باطل اعلام نشود، حکومت واقعی و همه شمول تیم ثبات و همگرایی تشکیل خواهد شد. بیان جلوی بحران را بگیرند و نتیجه اعلام شده انتخابات را که از طرف کمیسیون پر از تقلب اعلام شده بگیرند و باطل اعلام کنند. تنها راهی است و الا ما حکومت واقعی که بر اساس رأی مردم است اعلام کردیم که به نام حکومت همشمول تشکیل خواهیم داد. در پای ای فیصله خود هستیم، استاد هستیم، مانند کوه هندوکش استاد خواهیم شد. استاد خلیلی تأکید می‌ورزد که این اقدامات به معنی شورش نبوده و برخی ها نیز نباید حرکت های مدنی را آشوب نامیده و در برابر مردم قرار گیرند. به گفته وی، شهروندان کشور هراس ندارند و در صورت مقابله با آنان پاسخ دندان شکن به متقلبین خواهند داد. این خواب به گور ببرید، مردم افغانستان از این تهدیدات شما نمی ترسند.
ما معقول، منطقی، مدنی به خواست خود خواهیم رسید و این فیصله خود را جنبه عملی خواهیم داد. و این هم به اونا میگم که اختار میدن یا نیت بد دارن، اگر شما دست خطا کنید و در برابر اراده ملی افغانستان بیستید، مردم افغانستان به هر شکلی که باشه شما را سر جایشان خواهد شاند. از سوی هم استاد خلیلی از خاموشی جامعه مدنی در برابر تقلبات انتخاباتی انتقاد می کند و می گوید که کشورهای جهان تا کنون نظارگر این تقلبات بوده است و از جامعه جهانی می خواهد یا با مردم افغانستان باشد و یا هم با ارگ. زیرا به گفته استاد خلیلی موضع مردم در مقابل تقلب روشن است و هرگز حکومت برخواسته از تقلب را نمی خواهند. همکاران بین المللی ما ایالات متحده امریکا یا مردم افغانستان را با خود دوست داشته باشند یا ارگ را، انتخاب دست از اوناست که کدام انتخاب خواهند کرد. مردم افغانستان موضعش روشن است، اگر پشتون است، اگر تاجیک است، اگر ازبک است، اگر هزاره، اگر شیعه و اگر سنی، موضعش خیلی روشن است. در برابر این انتخابات تقلبی و این نتیجه پر از تقلب نه است و منفی است. در این حال استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجرایی نیز با اشاره بر اهداف و آرمانهای استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی می گوید که در 5 سال گذشته تمامی آرزوها از بین برده شده است. استاد محقق همچنان با تأکید بر باطل شدن نتایج تقلبی انتخابات بار دیگر می گوید که بر اساس آرای بایومتریک شده تیم ثبات و همگرای پیروز انتخابات است و پای این واقعیت نیز می ایستند. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان همچنان هشدار می دهد در صورت که نتایج تقلبی انتخابات باطل اعلام نشود، هر اقدامی که میسر است انجام خواهد شد. ما اعلان تقلبی را به رسمیت نمیشناسیم. اعلان ما اعلان واقعی است که تیم ثبات و همگرایی پیروزی را اعلام کرده و تا در این راستا تا هر کاری که برای مردم ما میسر است استادگی داریم. استاد حاجی محمد محقق همچنان با برشمردن قانون شکنی ها در انتخابات ریاست جمهوری می گوید در صورتی که قانون تطبیق شود باید تمامی متقلبین انتخاباتی محاکمه شوند. زیرا به گفته استاد محقق تمامی مردم در برابر تقلب استادند و جناح‌های مختلف نتایج تقلبی انتخابات را نپذیرفتند. 1 میلیون رای تقلبی را کشیدند و او را اعلام کردن که تقلبی است. در ملوک گفت که دمو حافظه کمپیوترهای ما نیست. اگر قانون باشه باید کسانی که 1 میلیون رای تقلبی ثابت میشه همهش محاکمه شد. در این حال استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجرایی نیز میگوید که افراد از تیم دولت ساز نزد وی آمده و خواستار دریافت راه حل برای بحران انتخاباتی شدند، اما وی گفته است که راه حل این بحران باطل شدن نتایج تقلبی انتخابات است. امی سوبکی و خطا آمدند. آقای معصوم استانکزی رئیس امنیت قبلی، خواهشش از ما این بود که البته ما امو اعلان را که جنرال صاحب کرده او را ما نکنیم، ولی ما باید یک راه پیدا شود که راه حل باشه. ما به اونا گفتیم اگر راه حل میخواییم اعلان کمیسیون انتخابات را باطل کنیم. استاد محقق نیز از موضع گیری جنرال دوستم در برابر نتیجه تقلبی انتخابات ستایش نموده می گوید که پای این موضع برای جلوگیری از روی کار آمدن حکومت تقلبی می ایستد.
در پایان استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح و استاد حاج محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و معاون ریاست اجراییه نماز عبادی سیاسی جمعه را یکجا با مردم در مصلی ابوصالح المهدی ادا کردند. در این حال روسیه از ایجاد بحران انتخاباتی در کشور از سوی کمیسیون انتخابات به شدت ابراز نگرانی می کند. وزارت امور خارجه این کشور با اشاره به پذیرفته نشدن نتیجه تقلبی از سوی دکتر عبدالله میگوید که تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی حکومت همشمول ایجاد میکند و ممکن سایر تیم های انتخاباتی نیز از آن حمایت کند. سخنگوی این وزارت می افزاید که روسیه نگران این وضعیت در افغانستان است و این بحران می تواند وضعیت سیاسی افغانستان را بدتر کند. و همچنان میگوید که این بحران انتخاباتی می تواند تأثیر منفی بالای آغاز روند مذاکرات صلح داشته باشد. در ادامه اعلام حمایت‌های گسترده مردمی از پیروزی تیم ثبات و همگرایی در انتخابات، امروز باشندگان ولایت بلخ در گرد همایی پیروزی این تیم را در انتخابات ششم میزان تبریک گفتند. باشندگان ولایت بلخ بر آرای بایومتریک شده تأکید کرده و میگویند که بر اساس آرای بایومتریک شده تیم ثبات و همگرایی پیروز اصلی انتخابات است. باشندگان ولایت بلخ از نهادهای عدلی و قضایی خواستند کسانی که به آرای پاک مردم تقلب کردند باید محاکمه شوند. در ادامه اعلام حمایت‌های گسترده مردمی از موضع تیم انتخابات ثبات و همگرایی در پیوند به تشکیل حکومت همشمول و مردمی به رهبری این تیم، این بار باشندگان ولایت بلخ قلب شمال کشور حمایت قاطعشان را از تشکیل حکومت همشمول به رهبری تیم ثبات و همگرایی اعلام کردند. باشندگان ولایت بلخ در یک گردهمایی مردمی با شعارهای نه به تقلب میگویند به کسی اجازه نخواهند داد تا آرای پاکشان را در تعیین سرنوشت ملت نادیده بگیرند. رئیس جمهور تقلبی که وقت در یک جا در یک کشور تعیین شود، پس ملت از او چی توقع خواهد کرد؟ شما کلتان در جریان هستین که امروز در ولایت شمال و شمال شرق چنین ناهمنی وجود داره، چنین ظلم بالای مردم وجود داره که هیچ قابل تحملش نیست. باشندگان ولایت بلخ با اشاره به تقلبات گسترده در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگویند انتخاباتی که برایند آن حکومت همراه با تقلب باشد نخواهند پذیرفت و برای آنان قابل قبول نمی باشد. باشندگان ولایت بلخ میگویند از این که تیم ثبات و همگرایی با رهبری دکتر عبدالله بر اساس آرای بایومتریک شده پیروز اصلی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان است حمایت قاطع خواهند کرد. بر همه شما معلوم است که کمیسیون نامستقل انتخابات یک فیصله ای کردند که نه اساس دارند و نه بنیاد. ما در اوایلی که همون روزی که رای گیری شد، ما خودم رئیس کمیته فرهنگی ثبات و همکاری بودم. ما هر ریزل شیفی که بر ما می آمدن تا ساعتای 2 بجه 3 بجه ما کلشان بررسی کردیم. ما از همین جا فهمیده بودیم که رای ما بالاست. از هیچ ولایتی تقریبا شمال خو اشرف غنی هیچ رای صحیح نداشتن و تمام ریزل شیف های بالا را دکتر سی عبدالله گرفتن. از سوی هم باشندگان ولایت بلخ در این گردهمایی مردمی رهبری کمیسیون های انتخاباتی را به مهندسی انتخابات متهم نموده و خواستار به محاکمه کشاندن آنان شدند. از سخنان عالمانه رهبر خیش استر جنرال عبدالرشید دوستم حمایت کرده و از حکومت همشمول حمایت می نماییم. حمایت می نماییم یا خیر؟ انتخابات ریاست جمهوری که اعلان نمودن که غیر عادلانه بود، از طرف کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده بود غیر عادلانه بود، ما آن را تقبیه میکنیم و از رهبر معظم حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان خواهان عزیز هستیم که از حکمت همه شمول که اعلان کردن ما جوانان حمایت پشتوانی خود را قاطعانه اعلان میکنیم، حمایت میکنیم.
روز گذشته ولایت های تخار، فاریاب، هرات، پنجشیر و برخی از ولایت های دیگر گواه تجلیل از پیروزی تیم ثبات و همگرایی بودند. باشندگان این ولایت ها ضمن تاکید بر آرای پاکشان می گویند که از حکومت همشمول به رهبری تیم ثبات و همگرایی شکل می گیرد حمایت قاطع خواهند کرد. دفتر شورای امنیت ملی تایید می کند که دوره کاهش خشونت از ساعت 12 بجه شب آینده آغاز می شود. دفتر شورای امنیت ملی گفته که کاهش خشونت برای یک هفته ادامه خواهد داشت. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی می گوید که مرحله 7 روزه کاهش خشونت سراسری است و در برگرنده تمامی ولایات و ولسواله های کشور خواهد بود. او همچنان گفته است که دولت افغانستان آمادگی کامل برای استفاده اعظمی از این مرحله را دارد و امیدوار است که این فرصت زمینه ساز آتش‌بس دائمی در کشور باشد. در این حال مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در یک پیام توییتری کاهش خشونت‌ها را یک گام مهم در راستای رسیدن به صلح دانسته و از مردم افغانستان خواسته است که از این فرصت استفاده کنند. پیش از این مقام‌های آمریکایی و طالبان بر رسانه‌ها گفته بودند که آمریکا و طالبان روی طرح کاهش خشونت برای یک هفته توافق کردند. توافق که راه را برای امضای توافقنامه صلح و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باز می‌کند. قرار است با تطبیق موافقتنامه دوره کاهش خشونت توافقنامه بین آمریکا و طالبان به تاریخ 29 فوریه به امضا برسد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته بود در صورتی که این توافق موفقانه عمل شود منجر به آتش بس رسمی آغاز مذاکرات بین الافغانی در ماه آینده و در نهایت باعث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهد شد. نماز بدای سیاسی جمعه با حضور هزاران نمازگزار در مساجد و مصلاهای کشور برگزار شد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه بار دیگر بر تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور تأکید ورزیدند. ملا امامان مساجد با انتقاد تند از اعلام نتایج تقلبی انتخابات میگویند زمان در کشور صلح و ثبات دائمی به وجود می آید که یک حکومت همشمول شکل گیرد. از سوی همانان با اشاره بر حمله قشون سرخ شوروی سابق در کشور میگویند که شهروندان کشور با اتحاد و همدلی که داشتند توانستند نیروهای قشون سرخ را از کشور بیرون کنند. شهروندان کشور با حضور گستردهشان در مساجد و مصلاهای کشور نماز عبادی سیاسی جمعه را در فضای اخوت و برادری ادا کردند. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه بار دیگر بر تأمین صلح و ثبات دائمی در کشور تاکید ورزیدند. خطیبان نماز جمعه با اشاره به قیام سوم حد علیه شوروی سابق میگویند که شهروندان کشور با این قیامشان توانستند که نیروهای قشون سرخ را از کشور بیرون کنند. به اساس گزارش ها تجاوز شوروی سابق بر افغانستان سبب شد که بسیاری از مردم کشور را ترک کرده و به کشورهای دیگر جهان مهاجر شوند. با توجه به این که دشمنان مجهز به اسلحه های پیشرفته دنیا بودند، مجهز و مسلح به توپ و تانک و طیاره بودند، بمب افکن های قوی و نیرومند داشتند، اما مردم ما دستشان خالی بعضن چوب به دست گرفته بودن، بعضن سنگ به دست گرفته بودن، بعضن بیل و تبر و داس به دست می گرفتن. یگان آدم یگان تفنگ معمولی هم که بود او را به شانه می کردن، ولی با عشق و احساسات با دنیای از غیرت و شهامت در مقابل دشمنان استادگی کردن و به پیروزی رسیدن یکی از عوامل پیروزی مردم عزتمند ما وحدت و یکدلی و اخوت و برادری اسلامیشان بود. از سوی هم ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه با اشاره به تقلب‌های گسترده انتخاباتی در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگویند زمان مردم به صلح و وحدت دست می‌یابند که در کشور یک حکومت همشمول شکل گیرد. زمانی کشوری عزتمند و سربلند افغانستان از یک حکومت فراگیر، یک حکومت ریشه‌دار،
یک حکومت مستحکم بهرمند می شود که صفا، صمیمیت، اخوت، برادری در بین این ملت و مردم حاکم شود. زمانی که با تعصب، با تبعیض، با قومگرایی در این مملکت مبارزه شود و اون زمان است که هم حکومتی فراگیر در این کشور تشکیل می شود و هم صلح و آشتی و برادری در بین همه اقوام با هم برادر و فرزندان این ملت و مردم به وجود می آید. اعلام نتایج تقلبی انتخابات ریاست جمهوری با واکنش های تند بسیاری از تیم های مطرح انتخاباتی مواجه شده است. در پی این تقلب تیم ثبات و همگرایی نتایج انتخابات را به دلیل تقلب های گسترده انتخاباتی نپذیرفته و گفته است که حکومت همشمول به رهبری تیم ثبات و همگرایی شکل می دهد. ملا امامان مساجد و خطیبان نماز جمعه بر تحکیم و تقویت وحدت ملی بین مردم و تأمین صلح و ثبات در کشور نیز دعا کردند. در ادامه گزارش وضعیت آب و هوا. در خارج از کشور سازمان بین المللی مهاجرت میگوید یک کشتی پلاستیکی با 91 سرنشین که از لیبیا رهسپار اروپا شده بود در آبهای مدیترانه ناپدید شده است. سرنشینان این کشتی عمدتاً مهاجران آفریقایی بودند اما چند ایرانی نیز در میان آنها دیده شده است. این کشتی به تاریخ 8 فوریه سواحل کاربولی در 50 کیلومتری شرق ترابلس پایتخت لیبیا را ترک کرده و آخرین اطلاعاتی که از آن دریافت شده بود نیز از ورودش به آبهای بین المللی در شمال لیبیا حکایت داشت. بنابر گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، جستجو و تیم‌های نجات مالت، ایتالیا، لیبیا و کشتی نجات غیر دولتی ایتاماری نیز برای یافتن نشانی از سرنشینان این کشتی همچنان بی نتیجه بوده است. اخبار مربوط به ناپدید شدن این کشتی در حال منتشر می شود که انتقادها به عدم وجود مأموریت‌های نجات اتحادیه اروپا در مدیترانه افزایش یافته است. به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، شمار کشتی‌های نامرئی یا کشتی‌های ارواح که در دریای مدیترانه گم می شوند رو به افزایش است. این آژانس سال گذشته اطلاعات مربوط به 7 کشتی را ثبت کرد که با 417 سرنشین در مدیترانه ناپدید شدند، رقمی که نسبت به یک سال پیش از آن 4 برابر افزایش یافته بود. در مجموع از سال 2014 میلادی تا اکتبر سال 2019 میلادی حدود 19000 مهاجر در آبهای مدیترانه غرق یا ناپدید شدند. عربستان سعودی میگوید چند موشک بالستیک که حوثی‌های یمن به سوی این کشور پرتاب کرده بودند را ردیابی و منهدم کرده است. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی با نقل از ائتلاف به رهبری ریاض که درگیر جنگ علیه نیروهای حوثی در یمن است این خبر را منتشر کرده است. خبری که در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب یافته است. سخنگوی ائتلاف عربی با خبرگزاری رسمی سعودی گفته این موشک ها امروز از شهر صنعا پایتخت یمن که در کنترل حوثی ها است شلیک شدند. با این حال تاکنون حوثی ها مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفتند. سخنگوی ائتلاف به رهبری ریاض میگوید موشک ها به صورت سیستماتیک و برای هدف قرار دادن شهروندان غیر نظامی و شهرهای عربستان شلیک شدند، اقدامی که نقض قوانین بین المللی است. وزارت دفاع ترکیه از آغاز حملات ارتش ترکیه بر نیروهای بشار الاسد خبر می‌دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده بود که عملیات علیه ارتش سوریه در هر لحظه می‌تواند آغاز شود و نیروهای اسد را به عقب نشینی از منطقه ادلیب فرا خواند.
وزارت دفاع ترکیه طی گزارشی که منتشر کرده میگوید نیروهای ترکیه و اپوزیسیون در روستای نیریب را که 17 روز پیش با کنترل ارتش سوریه درآمده بود بعد از درگیری سنگین آزاد کرده است. این روستا در 10 کیلومتری شهر ادلیب و 6 کیلومتری شهر استراتژیک سراقب قرار دارد. بر اساس توافق سپتامبر سال 2018 میان ترکیه و روسیه قرار شد منطقه ادلیب به عنوان آخرین پایگاه مخالفان از تنش‌ها مسئول بماند. اما از دسامبر پارسال ارتش سوریه با حمایت هوایی جنگنده های روسی پیشروی به ادلیب را آغاز کرده است. ترکیه میگوید تا این مدت 1700 تن در ادلیب کشته شدند و بیش از 1.7 میلیون تن مجبور به فرار به مرزهای ترکیه شدند. بر اساس ارزیابی سازمان کمک به گرسنگان جهان، سوریه بدترین بحران آوارگی و بی‌جا شدگی را تجربه می کند. همچنین سازمان ملل متحد گفته که از اوایل دسامبر تا کنون حدود 900 هزار تن به دلیل تشدید جنگ از شمال غرب سوریه فرار کردند. سازمان کمک به گرسنگان جهان از وضعیت پیش آمده در سوریه ابراز نگرانی کرده می گوید که هر روز شهروندان این کشور در اثر جنگ و ناامنی کشته می شوند. بنابر ارزیابی سازمان کمک به گرسنگان جهان، سوریه بدترین بحران مهاجرت را از زمان آغاز جنگ داخلی تقریبا 9 ساله در این کشور تجربه می کند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اوایل دسامبر تا کنون حدود 900 هزار تن از شمال غرب سوریه به دلیل تشدید جنگ و خشونت از خانه و کاشانهشان فرار کردند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.